مردان اندیشه پدید آورندگان فلسفه معاصر فلسفه و ادبیات بعضی از فیلسوفان بزرگ نویسندگان ادبی بزرگی هم بودند که تصور میکنم به عنوان نمونه های برجسته آنها میتوان از افلاتون، آگوستین، شوپنهاور و نیچه نام برد عده دیگری هم هستند که گرچه کاملا همتراز آنها نیستند اما مطمئنا نویسندگان خوبیان از میان این گروه نام دکارت، پاسکال، برکلی، هیوم و روسو به ذهن متبادر می شود در دوره خودمان برتران راسل و ژان پورساد هر دو برنده جایزه ادبی نوبل شدند با این همه فیلسوفان بزرگی هم داریم که نویسندگان بدی بودند و دو نفر از بزرگترین آنها کانت و رستو هستند که در عین حال دو تن از بدترینشان هم به حساب میاین. دیگران مانند آکویناس و لاک چندان حسنی نداشتند و بعد هگل که نوشته هایش از نظر نامفهوم بودن و پیچیدگی زبان زد و موضوع شوخی و مزاح است من تصور میکنم کنم خواندن آثار هیچ یک از نویسندگان مشهور به سختی خواندن آثار او نیست آنچه این نمونه ها نشان میدهند این است که فلسفه پی حد ذاته یکی از شاخه های ادبیات نیست اگر فیلسوفی خوب هم بنویسد این یک امتیاز اضافی است و کشش بیشتری برای خواندن آثارش به وجود می آورد اما او را تبدیل به فیلسوف بهتری نمی کند یک نفر می تواند فیلسوف بسیار بزرگی باشد مثل کانت ولی نویسنده بسیار بدی محسوب شود من از اول این موضوع را قاطعانه مطرح می کنم چون در این بحث می خواهم به بررسی بعضی از جنبه های تداخل فلسفه و ادبیات بپردازم در اینجا شخصیتی حضور دارد که تجربهش هر دو زمینه ی فلسفه و ادبیات را در بر می‌گیرد. آیریس مرلاک امروز رمان نویسی با شهرت جهانی است، ولی سالهای طولانی قبل از آنکه رمان نویسی موفق شود و حتی مدتی پس از آن، جمعا به مدت 15 سال استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد بود. آیریس مرلاک وقتی از یک طرف رمان می نویسید و از طرف دیگر مطلب فلسفی آیا احساس می کنید که به دو نوع نوشتن کاملا متفاوت مشغولید؟ آیا در هر دو زمینه به گونه متفاوت می نویسید؟ بله واقعا همینطور است. این دو زمینه نویسندگی اهداف کاملا متفاوت و سبکای بسیار متفاوتی دارند و من تصور می کنم که شخص باید آنها را از هم جدا کند. یعنی وقتی کسی مطلب فلسفی می نویسد کارش خیلی بیشتر شبیه به نوشتن یک موضوع علمی است تا یک مطلب ادبی و ادبیات مسلما روش های خاص خودش را دارد فلسفه در واقع هدفش روشن کردن و توضیح و تبیین است و موضوعات بسیار دشوار و تخصصی مطرح می کند در حالی که ادبیات سرشار از شگر تردستی رازپردازی و حیرت است ادبیات کارهای زیادی انجام می دهد و جنبه سرگرمی هم دارد در حالی که فلسفه یک کار بیشتر نمی کند. من چند کتاب از جمله کتاب های فلسفی شما را خواندم و اینطور به نظرم می رسد که حتی جمله ها هم با هم فرق دارند در رمان هایتان جملات شفاف نیستند یعنی سرشارند از معانی التزامی تلمی ایهام و ابهام در حالی که در نوشته های فلسفی شما جمله ها شفافند چون در هر زمان فقط فقط یک چیز میگویند بله من من امیدوارم اینطور باشد در واقع هر نویسنده باید داره سبک خاصی باشد و من هم مسلما به عنوان یک رمان نویس سبک خاص و شناخته شده خودم را دارم ولی سبک فلسفی هم چیزی کاملا متفاوت است و من خیلی خوشحال خواهم شد که دیگران این تفاوت را در نوشته های فلسفی و ادبیم تشخیص بدهند چند لحظه پیش مطلبی گفتید که برای هم خیلی جالب بود گفتید که هدف فلسفه روشنگری و هدف ادبیات اغلب رمز و راز پردازی و حیرت افزایی است و تصور میکنم محور کار رمان نویس و نمایش نام نویس کوشش برای ایجاد توهم و محور کار فیلسوف سعی در زدودن توهم یا آزاد کردن ذهن از توهم است آیا این بخشی ضروری از تفاوت مورد نظر شما نیست؟ بله مسلما و هدف فلسفه پرداختن به موزل فلسفی و روشن کردن آن مسئله بگونه خشک و سریح است و این مشخصه اصلی یک ذهن فلسفی است یعنی اتخاذ روش روشنگرانه و سریح به انگام مواجهه با یک موزل فلسفی با در نظر گرفتن تضادی که متذکر شدید اجازه بفرمایید آن را روشنتر کنیم منظورم این است که جنابالی ادبیات را به عنوان مقوله جدا از فلسفه چطور تعریف کنید؟ خب ام... تصور نمیکنم کسی بتواند تعریف کاملا مشخص و دقیقی از ادبیات ارائه بدهد و این کار اصلا ضرورتی هم ندارد ما همه میدانیم ادبیات چیست می دانیم، می ادبیات به چه چیزهایی میپردازد ادبیات شاخه ای از هنر است که در آن از الفاظ استفاده می شود ژورنالیسم هم ممکن است ادبیات باشد و هم هنر نوشته تحقیقی هم ممکن است ادبیات باشد زمینه ادبیات بسیار بسیار متنوع و وسیع است و زمینه فلسفه برعکس خیلی محدود است البته اگر فلسفه محدود اروپا را در نظر بگیرید یعنی یک زمینه ای محدود برای کار بله در واقع زمینه وسیع زمینه ای وسی و چند وجهی نیست و موضوعاتی که در ابتدا بیان شده اغلب موضوعاتی است که امروز هم خاطر ما را به خودش مشغول می کند و گرچه موضوعاتی بسیار وسیع و بزرگ است به یک معنا می شود گفت که از نظر تعداد چندان زیاد نیست وایت هد نکته مورد نظر شما را درباره تداوم مسائل فلسفی به طرز فراموش نشدنی بیان کرده و گفته سراسر فلسفه غرب چیزی جز حاشیه‌ای بر فلسفه افلاطون نیست بله درست است افلاتون نه تنها پدر فلسفه ما بلکه بهترین فیلسوف ماست البته روش های فلسفه تغییر می کند ولی ما هنوز افلاتون رو پشت سر نگذاشتیم ام... اما ادبی زمینه وسیعی دارد و چند وچی و پیچیده است و این امر صرفا به این دلیل نیست که با افسانه سر کار دارد چون زمینه های دیگری هم در ادبیات وجود دارد که با افسانه فاصله زیادی دارد بله مثل نوشته های بله. تاریخی بله. های دیگری هم هست بله. ولی... در بخش اعظم ادبیات مثل شعر و داستان و نظر آنها نقش بازی کردن و ظاهرسازی خیال پردازی و قصه گویی دخیل است این امر به خصوص تا حدودی در مورد شعر و تصور میکنم کاملا و مطلقا در مورد داستان پردازی مستاق دارد یعنی با نقش بازی کردن رویا بافی تظاهر کردن تخیل و قصه پردازی سر و کار دارد از این جهت به نظر من ادبیات پدیده بسیار طبیعی است و با زندگی روزمره خیلی نزدیک ما همه قصه پردازی می بله، کنیم. ما همه, قصد همه قصد در مورد زندگی معمولی خود قصه پردازی می کنیم یکی از پدیده های دنیا است بله. که داستان سرایی میکنیم. همه مرتب این کار را انجام می دهیم. وقتی به خانه برمیگردیم کارهای روزانه را رو تعریف می کنیم و به آن شکل داستانی می دهیم و چیزهای با مزه و شیرینی به آن اضافه می کنیم و این واقعیت مهمی است. در فلسفه هم شوخی های زیادی وجود دارد بله در فلسفه هم جنبه های وجود دارد ولی دقیقا نمی شود اسمش رو شوخی گذاشت به نظر به نظر من فلسفه شوخی های خاص خودش را دارد در واقع هستی ما در یک فضای ادبی میگذرد ما با ادبیات زندگی می کنیم و ادبیات را استنشاق می کنیم. ما هنرمندان ادبی هستیم دائما برای شکل دادن جالب و دلانگیز به تجربه که شاید در نگاه اول کسالت آور و بی سر و تح به نظر می رسیدن مشغول به کار گرفتن زبان هستیم این نکته که این شکل دادن تا چه حد از حقیقت دور می شود موضوعی است که هر هنرمندی باید با آن روبرو رو بشود یعنی شخص به خاصی را بر بله بله سعی می از طریق نادیده گرفتن رنج هایش دل خودش را شاد کند و در واقع یکی از انگیزه های عمیق برای آفرینش ادبیات یا گونه هنری تمایل به در هم شکستن بیشکلی جهان و دلشاد شدن از طریق ساختن صورت های مختلف از چیزی است که در غیر این صورت ممکن است آواری از پدیده های بی به نظر بیاید بله سخن شما درباره دلشاد شدن این واقعیت را مشخص می که یکی از هدف‌های عمده ادبیات همیشه سرگرمی بوده است اینطور نیست بله بله و من تصور نمی کنم این هدف هیچ به فلسفه داشته باشد نه فلسفه سرگرم کننده نیست ولی میتواند تسلی بخش باشد چون فلسفه هم نوعی شکل دادن به توده ای از مفاهیم بیشکل آشفته است فیلسوف معمولا به انگیزه های هنری در خودش بدگمان است و به جنبه غریزی تخیلاتش به چشم عیب نگاه میکند اما هر هنرمندی باید دست کم تا حدودی عاشق زمیر ناخداگاه خودش باشد که به هر حال سرچشمه انگیزه های اوست و کارهای زیادی برایش انجام می‌دهد. البته فلسفه هم زمیر ناخداگاه دارند و فلسفه میتواند ترس های انسان را برطرف کند. اگر از فیلسوف بپرسیم از چه میترسی ممکن است به خیلی چیزها پی ببریم فیلسوف نباید تحت تاثیر منش هنرمند تسلی بخشی که در درون اوست قرار بگیرد بلکه باید برای حفظ حقیقت و تسلط بر مسائل فلسفی آنچه را که رشته دوباره پم بکند این کار با هنر ادبی منافات دارد فلسفه تکرار موضوع و اثر گرفتن آن است فلسفه دوباره به مسائل گذشته برمیگردد و مرتب شکل هایی را که درست کرده میشکند تا اینجا شما چند نکته درباره ادبیات گفتید که نتیجه آن به طور زمینی قائل شدم به تفاوت بین ادبیات و فلسفه است من میخواهم این تفاوت را آشکارتر بیان کنم مثلا اشاره کردید که داستان پردازی کاری طبیعی است که همه ما در زندگی روزانه آن را انجام می دهیم و به علاوه دوست داریم که برای من داستان بگویند تصور میکنم کار فلسفه برعکس کاری برخلاف طبیعت است فلسفه ما را وارد تحلیل انتقادی معتقدات ما میکند و همینطور وارد تحلیل انتقادی پیشفرض که معتقدات بر آنها پیریزی شدن و جالب این که اکثر مردم نه دوست دارن خودشان چنین کاری انجام بدن و نه میل دارن که دیگران در موردشان چنین کاری بکنند. اگر فرضها و مسلماتی که شالوده معتقدات ماست در معرض شک و سوال قرار بگیرد احساس ناامنی میکنیم و دست به مقاومت شدیدی میزنیم بله تصور میکنم فلسفه کاملا بر برخلاف طبیعت است کاری بسیار عجیب و غیر طبیعی است هر معلم فلسفه یقینا چنین احساسی دارد که مردم اکراه دارند درگیر این جریان شوند و شاید هم اصلا دارن چطور باید این کار را بکنند چون دیدگاه های عجیب و غریبی در این زمینه مطرح می شود البته برخلاف فلسفه مردم آدی شاید اصلا ندارند که این دیدگاه ها چیست و توضیح دادن در مورد اینکه این دیدگاه ها واقعا چه هستن برای فلسفه هم کار مشکلی است چون به ساختار ادراک بشر وابسته است و عمیقا ریشه ریشه در اعتقادات و دانش ما دارد و نهایتا در ارتباط با دنیایی که در آن زندگی میکنیم قرار میگیرد و اینکه زبان چطور با جهان و توضیح و تشریحان مرتبط میشود و این قبیل چیزها و فلسفه نه علم است و نه هنر این نکته مهمی است که فلسفه علم نیست و به محض اینکه شخص به علم وصل شود از دایره فلسفه بیرون می رود. فلسفه کوششی است در عالم اندیشه برای ادراک و بیرون آوردن عمیقترین و کلی ترین تصورات ما و به آسانی نمی شود مردم را قانع کرد به سطحی که فلسفه در آن عمل می کند حتی نگاه کنند بله برتران راسل گفته که فلسفه عبارت از سوالاتی است که نمیدانیم چطور با آنها پاسخ بدهیم آیزایا برلین و بسیاری از فلاسفه ماسر هم همین نظر را دارند فلسفه مستلزم دیدن بیگانگی مطلق امور معنوس و کوشش برای صورتبندی پرسش های واقعا کاوشگرانه درباره آنهاست گفتید که فلسفه علم نیست و من هم با شما هم عقیدم ولی مسلما بین علم و فلسفه مشترکات اساسی وجود دارد یکی از آنها این است که در هر دو زمینه برای فهم جهان تلاش می شود و این تلاش صرفا ابراز نگرش های شخصی نیست به عبارت دیگر در هر دو زمینه باید به ملاک هایی که خارج از ذهن خودمان هست رضایت بدهیم میکوشیم در این زمینه ها چیزی بگوییم که به طور غیر شخصی صادق باشد و این برمیگردد به تفاوت مهم دیگری بین فلسفه و بله. همین چند دقیقه پیش مطلبی گفتید که از آن اینطور فهمیده می شود که در داستان نویسی شما شخصیت ادبی مشخص و متمایزی آشکار می شود ولی اهمیت نمی دهید که در نوشته های فلسفیتان اینطور باشد به نظر من شاید مهمترین نکته در داستان نویسی وجود شخصیتی در نویسنده به این معنای خاص است اگر نویسنده چنین شخصیتی نداشته باشد ما علاقه به خواندن آثارش نخواهیم داشت اما در مورد فلسفه ابدا اینطور نیست شما می تمام آثار کانت را با علاقه زیاد بخاند. و حتی در آخر کار هم چندان ذهنیتی نداشته باشید که کانت در درون خودش چگونه انسانی بوده بله البته ویژگی های خود نویسنده با ویژگی های فرق دارد ممکن است نویسنده آدم ملال انگیزی باشد ولی نوشتهش اینطور نباشد و برعکس شاید بهتر است بین سبک نویسنده و حضور شخصی او فرق بگذاریم مگر اینکه نویسنده بخواهد به بیان مکنونات زمیر خودش بپردازد و اگر این انگیزه وجود نداشته باشد انگیزه اینکه یک سبک هنری خاص را دنبال کند در او قوی تر می شود این نوع خود نشان دادن در فلسفه هم دیده می شود ولی در اینجا می پرسیم که آیا نتیجه صادق است و از آن مقدمات برمیآید یا نه من هر وقت با دوستانی صحبت می کنم که ممکن است خیلی باهوش و تحصیل کرده هم باشند اما چیز زیادی از فلسفه نمیدانند اغلب از خلال صحبت هایشان می بینم آنها فرضا بر این میگذارند که فلسفه یکی از شاخه های ادبیات است و فیلسوف هم مثل مقاله نویس یا داستان نویس نظر شخصی خودش را درباره دنیا بیان می بیان کند بیان و با آسانی نمی شود توضیح داد که چرا اینطور نیست تصور می کنم یکی از دلایلش این باشد که هر کدام از موضوعات فلسفی تاریخ و سرگذشتی دارد و هر فیلسوفی در مرحله یعنی از سید تحولی یا آن پا به صحنه میگذارد و اگر بخواهد حرفی درباره آن بزند باید از همان نقطه بزند ولا غیر پس از این جهت هم فیلسوف مثل دانشمند علوم طبیعی است ام بله ام فلسفه فلسفه همان تاریخ فلسفه است به این معنا که در مسائل فلسفی نوعی تحول و سیر تاریخی وجود دارد و فلسفه از این لحاظ بیش از هنر وابسته به تاریخ خود است بله و تصور میکنم شاید این یکی از جهاتی باشد که نویسندگی هنری یعنی نوشتن نمایشنامه، رمان و شعر هم شخصیت پدید و هم شخصیت خواننده را به مراتب بیش از فلسفه درگیر میکند. فلسفه در واقع بیشتر نوعی فعالیت ذهنی است. ادبیات برای اینکه ادبیات باشد، باید هیجانات ما را برانگیزد. در حالی که فیلسوفان به مثل دانشمند کوشش فراوان به خرج میدهد تا توصل به هیجانات را از کار خودش دور کند. اینطور دو نیست؟ بله میتوان گفت که ادبیات نوعی به کارگیری روش های معین برای برانگیختن احساسات خاصی است از هنر حتی هنر ساده به این علت لذت میبریم که عمیقا و اغلب به طرزی در نیافتنی آرام شما را بر هم و این از جمله عللی است که هنر وقتی خوب است برای ما هم خوب است و وقتی بد است برای ما هم بد است تا اینجا درباره تفاوت های بین فلسفه و ادبیات صحبت میکردیم و به نظر من تاکید بر این تفاوت ها مهم است ولی باید تصدیق کرد که بین آن دو مشترکاتی هم وجود دارد از گفتگوهایی که سابق با هم داشتیم مثلا میدانم که بغیر شما گرچه فلسفه و ادبیات مفاهیم مختلفی از حقیقت در نظر دارند ولی مفهوم حقیقت محور هر دو زمینه است بله من تصور میکنم که فلسفه و ادبیات گرچه تفاوت زیادی با هم دارند ولی در این حال دارای وجوه مشترکی هم هستند شاید مهمترین نقطه مشترکی که فلسفه و ادبیات با هم دارند همین مسئله باشد که شما به آن اشاره کردید به این معنی که هر دو در رابطه نزدیک با حقیقت قرار دارند هر دو در جستجوی حقیقت هستند در صدد مکاشفه و آشکار کردن حقیقتند و هر دو به شیوه خاص خود باعث روشنگری حقیقت می شوند. ام... همیشه در مورد هر رشته که به بازندشی و تعمل نیاز داشته باشد نکته روشن کننده این است که ببینیم آن رشته چطور به نقد موضوع می پردازد و در نقد آن چه نوع واژگانی به کار می رود مسئله صحت و دقت نقد و نقادی هم در ادبیات و هم در فلسفه به یک اندازه مطرح می شود. لطفا بیشتر توضیح بفرمایید چون موضوع العاده جالبی ام، خب ام... یک نکته بسیار مهم که می توانیم در مورد ادبیات از دیدگاه نقادی بگوییم این است که ما اغلب ادبیات را محکوم می کنیم که احساساتی و خیال پردازانه به مفهوم بد کلمه است اجازه بدهید به تضاد بین تخیل و خیال پردازی اشاره کنم تخیل را معمولا نوعی خلاقیت مثبت می دانیم. در حالی که خیال پردازی نوعی تسکین و تسلای شخصی است که بد است ولی تخیل خوب است تصور میکنم هم فیلسوف و هم نویسنده باید با این تضاد بین تخیل و خیال پردازی و توهم برخورد کنند. مسلم است که فلسفه نوعی فعالیت تخیلی هم هست که هر فیلسوف بزرگی به آن میپردازد البته اغلب تصویر سازن کسانی هستند که تمثیل و تصاویر خارق العاده تا ذهنیت های خاصی را بیان کنند و در اینجا خیال پردازی ها و توهمات هنرمند نقش اساسی ایفا می کند و من تصور میکنم کن... می که نویسنده در مقایسه با فیلسوف در این زمینه دچار تضاد بیشتری می شود چون در ذهن او تخیل خلاق و خیال پردازی در کار داستان سرایی ممکن است دو نیروی بسیار نزدیک و تفکیک ناپذیر باشند نمونه بارز آن رمان نویسی است منظورم رمان های بعد و پیش پا افتاده است که در آنها خیال پردازی قهرمان داستان که در واقع همان نویسنده متا با نامی مستعار است همه چیز را قبضه می کند مثل داستان های عاشقانه یا داستان های مهیج و پرماجرا که قهرمان داستان دلبسته کسی می شود و امسالان و این نوع خیال پردازی مانع تخیل بارور و خلاق می شود و محکوم کردن اثر هنری به دلیل خیال پردازانه بودن آن به معنای محکوم کردن آن به دلیل دور بودنش از حقیقت است این این برداشت این برداشت از حقیقت با آنچه فیلسوف در جستجوی آن است خیلی فرق دارد اینطور نیست ام... خب فیلسوف به شکل مثبت با حقیقت روبرو می شود و قصد دارد نهایتا مسائل و مشکلات خاصی را حل کند اینکه موفق به این کار می شود یا خیر موضوع دیگری است ولی تصور می کنم همواره مسائل فلسفی خاصی وجود دارد که فیلسوف در صدد حل آنها ور می آید نویسنده اهداف متعددی را دنبال می کند فلسفه یک کار می کند ولی ادبیات کارهای زیادی انجام می دهد در زمینه ادبیات چه در پدید آورنده و چه در استفاده کننده انگیزه های زیادی دخیل هستند مثلا ادبیات ما را شاد می کند و جهان را به ما نشان میدهد ولی یک نکته مهم که در نظریه, های در نظریه های فلسفی مربوط به هنر وجود دارد به نظر من جنبه میمسیس ادبیات است میمسیس یعنی یعنی اینکه هنر آینه دار طبیعت است به عبارت دیگر ادبیات درباره دنیاست این نکته ممکن است بدیهی به نظر برسد ولی البته بدیهی نیست چون بسیاری از افراد در این مورد نظر دیگری دارند و معتقدند که ادبیات میمسیس نیست همین سال را می شود در مورد نقاشی هم مطرح کرد البته این موضوع در مورد موسیقی چندان مصداق ندارد ولی من تصور می کنم که بین ادبیات و نقاشی نکات مشترک بسیاری وجود دارد و مطالبی که با آن اشاره کردم در مورد نقاشی حتی با وضوح و سراحت بیشتری مشهود است چند دقیقه پیش اشاره کردید که باید به نظریه های فلسفی در مورد ادبیات توجه خاصی داشته باشیم و من تصور می کنم که این کار فوق العاده جالب و مفیدی است به نظر شما کدام یک از نظریه های فلسفی در مورد هنر و طبعا ادبیات از همه جالب تر است آه. به نظر من نگرش افلاتون خیلی جالب توجه است او از قدرت هیجانی و غیر اقلانی هنر وحشت داشت و خواهان اخراج درام نویسان از آرمان شهر بود من, من نمیدانم تصور میکنم فلسفه به طور کلی مطالب خوبی در مورد ادبیات ننوشتند ام... بخشی به این علت بوده که آنها ادبیات را در مقایسه با مسائلی مثل اخلاق و متافیزیک و امثال آنها کم اهمیت تلقی می کردند و نگرش هنری را فقط نوعی تصویر برداری از عالم واقع می و شاید چندان به طور جدی یا چندان کلی به آن توجه نمی کردند. این حکم البته به طور کلی درست است ولی یک فیلسوف وجود دارد که از این اتهام مبراست و آن شوپنهاور است برخلاف تقریبا همه فیلسوفان دیگر او هنر را دارای جنبه محوری در زندگی انسان می دارد و مطالبی به راستی عمیق درباره آن می گوید. بله کاملا درست است من،, من, با این حرف کاملا موافقم و،, و, تصور میکنم کانت هم به هنر واقعا علاقه مند بود نظر او در مورد هنر واقع بینانه تر از شپنهاور است ولی البته نظر شپنهاور برای من خوشایندتر است چون بنا به نظر او در هنر از قوای عقلی و اخلاقی استفاده اعلا می شود و هنر وسیله ای برای چیره شدن بر نفس و دیدن جهان است شپنهاور از این جهت که به وضوح به هنر عشق میورزد و آن را ارج میگذارد در میان فلاسفه استثناست ولی به طور کلی فلسفه فلاسفه گرایش دارند که از جنبه محدود به هنر نگاه کنند و معمولا یک دیدگاه محدود را در مقابل دیدگاه محدود دیگری قرار می دهند. به نظر من یکی از گرفتاری های موجود در تقریبا هر گونه فلسفه هنر انحصاری بودن آن است همین که کسی فکر کند که تمام هنر باید از فلان نو باشد لازم می هر چیز دیگری که در آن نظریه نمی گنجد، هنر نباشد بله بله تصور میکنم خوشبختانه هنرمندان چندان اعتنایی به فیلسوفان ندارد اما اما گاهی گاهی فلسفه میتواند به هنر آسیب برساند میتواند مردم را نسبت به بعضی از اقسام هنر کور و توجه کند گمان میکنم این آسیب پذیری در مورد نسل جوان و دانشجویان بیش از دیگران باشد به خصوص وقتی موضوع هدف هنر مطرح می شود مناقشه متداولی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا هنر باید باید برای خود هنر باشد یا برای جامعه این موضوع این موضوع بسیار جالبی است چون یافتن جواب این سوال که اهمیت ویژه‌ای دارد بسیار آگاهی بخش و روشنگرانه است تا اینجا اولا از فرق فلسفه و ادبیات و ثانیا از اندیشه های فلسفی درباره ادبیات صحبت کردیم حالا برویم بر سر فلسفه در ادبیات مقصودم از این گفته چند چیز است فیلسوفان معروفی هستند یا متفکرانی شبیه فلاسفه مثل ولتر که رمان نویس هم بودن نه تنها ولتر بلکه روسو و یا در دوره خودمان ژانپل پل بعد تعدادی از رمان نویسان هستند که از اندیشه ها یا مفاهیم فلسفی متأثر بودند تولستوی بخش تکمیلی به جنگ و صلح اضافه کرد و در آن توضیح داده که در این رمان خواسته است فلسفه تاریخ معینی را بیان کند اگزیستانسیالیستا غالبا داستایفسکی را بزرگترین نویسنده اگزیستانسیالیست معرفی میکنند چون او به مسائل خاصی میپردازد که مورد توجه و علاقه اگزیستانسیالیست ها هم هست در این زمینه نمونه های متعددی وجود دارد مثلا پروست در رمان در جستجوی زمان از دست رفته عمیقا نگران مسئله ماهیت زمان است که در عین حال یکی از دل های سنتی فیلسوفانم هست آیا ممکن است مطالبی در این زمینه بفرمایید که فلسفه چه نقشی در ادبیات ایفا می کند بهتر است رمان را در نظر بگیریم من هیچ نقش کلی برای فلسفه در ادبیات نمی بینم درست است که مردم از فلسفه تورستوی و دستایفسکی صحبت می کنند. ولی این در واقع تعبیری اصلاحی است برنارد شا نمونه وحشتناک نویسندگانی است که به خطا خیال می کنند دارند خوشبختانه اندیشه های او چندان لطمه به نمایش نامه هایش نمی نیست که نویسندگان هم تحت تاثیر اندیشه های زمان خودشان قرار میگیرند و ممکن است به تغییرات فلسفی علاقه مند باشند اما مقدار فلسفی که موفق به بیان آن میشوند شوند احتمالاً, احتمالا, خیلی کم است به نظر من همین که فلسفه وارد کار ادبی شود بازیشه دست نویسنده قرار می گیرد و حق هم همین است اگر فلان فلان رمان اندیشه کار هنری بدی باشد بهتر است اندیشه هایی که در آن هست جای دیگری گفته بشود و اگر کار هنری خوبی باشد اندیشه ها دگرگون می شوند. یا به صورت تعاملات تک ای در میآیند که به خاطر بقیه ای داستان تحملشان می کنیم. در آثار رمان بزرگ قرن 19 مقدار زیادی بازی با اندیشه وجود دارد که کسی اعتراضی به آن نمی کند ولی نمی شود آن را فلسفه محسوب کرد. من با شما کاملا هم نیستم یعنی شما میفرمایید مردم این حرفها را در مورد فلاسفه میزنند تا حرفهای جالبی برای گفتن داشته باشند بدون تردید این قبیل حرفها در مورد رمان هم زده می شود ولی من به عنوان نمونه اشاره کردم که در جنگ و صلح تولستوی خودش میگوید این رمان از جمله به این منظور نوشته شد که فلسفه تاریخ خاصی را بیان کند یا یکی از رمان های معروف انگلیسی به نام تریسترن شندی نوشته لارنس را در نظر بگیرید که نه تنها مستقیما متأثر از نظریه های لاک درباره تداعی معانی است بلکه این مطلب در رمان هم گفته می شود آن هم با عباراتی که به وضوح به خود رمان برمیگردد به تعبیر دیگر استرن خواسته و دانسته دست به کاری میزند که خودش آن را به نظریه تدایی معانی لاک ارتباط میدهد پس در واقع رمان های وجود دارد که در آنها استفاده از اندیشه ها یا مفاهیم فلسفی بخشی از ساختار رمان محسوب می شود و, و اندیشه بخشی از موضوع اصلی آن است بله باشه <applause> شاید موضوع این است که من در خودم از اینکه مفاهیم فلسفی در رمان‌هایم بگنجانم چنین وحشت و انزجاری احساس میکنم ممکن است چیزهایی درباره فلسفه در آنها جانم چون اتفاقا اطلاعاتی از فلسفه هم دارم اگر از کشتی های بادبانی هم چیزی میدانستم درباره آنها مطالبی می نوشتم و اگر درباره بیمارستان می دانستم چیزهایی در مورد بیمارستان در آنها میگنجاندم و اضافه کنم که به عنوان رمان نویس ترجیح می دادم <تصفح> از کشتی های بادبانی چیزی بدانم تا از فلسفه تصور نمی کنم <تصفح> بگنستن... شما به عنوان یک ماده خام به فلسفه نگاه میکنید در واقع فکر می کنم که تورستو یا هر کس دیگری ممکن است بگوید که من به منظور بیان فلسفه خاصی چیز می نویسم. اما به چه دلیل باید تصور کنیم که او در این کار موفق است من من صرفا می توانم از یک رمان فلسفی خوب که بسیار آن را تحسین می کنم. یعنی رمان تهوع اثر ژان پل سارتر نام ببرم که در آن هم هم بعضی از اندیشه های فلسفی در خصوص امکان و خداگاهی بیان شده و هم نویسنده توانسته اثر هنری ارزه کند که لازم نیست با توجه به نظریات او در سایر آثارش خوانده شود چنین چیزی واقعا نادر است البته این کتاب از نظر فلسفی هنوز سازه است بسیار خوب همان تحبا ژان سات را در نظر بگیریم من هم با شما هم عقیدم و تصور میکنم تحبا رومانی عالی است ولی آیا تصدیق نمی کنید که در آن نظریه فلسفی بست و تفسیر پیدا کرده بست نظریه فلسفی با این درجه از موفقیت در یک اثر داستانی احتمالا دستاوردی استثنایی است ولی همین واقعیت که چون این کاری انجام شده نشان میدهد که این کار شدنی است اینطور نیست بله بله تصور میکنم شما دارید مرا به جایی سوق که <تصفح> تصور, می کنم تصور میکنم تصور میکنم بین من و شما اختلاف عقیده مهمی وجود دارد باله. که احتمالا به این سادگی ها در این بحث برطرف نمیشود به نظر من شما میخواهید بگویید که فلسفه به عنوان فلسفه در آثار مکتوب هنری جایی ندارد مگر مثل هر چیز دیگری به صورت ماده خام در حالی که من میخواهم بگویم که در اینجا استثناهایی هم وجود دارد بعضی از رمانهای مهم از نظرات فلسفی نه به صورت ماده خام بلکه به صورت چیزی که به کتاب شکل میدهد استفاده میکنند بله یعنی شاید اینطور طور باشد مسلما برخی از نظریات فلسفی در بعضی رمان ها تحت شرایط و فضای خاصی مطرح میشوند که گاهی به رمان جذبه و کشش خاصی هم میدهند در واقع بعضی اوقات این امکان فراهم می شود که نویسنده در زمان و مکان خاصی به گونه خاص بنویسد و در زمان دیگری آنطور نوشتن غیر ممکن بشود ولی فکر میکنم اگزیستانسیالیسم در اینجا یک جور مورد خاص است چون فی نفسه فلسفه ادبی است و بر ذهنیت بشر تاکید خاصی دارد و آثار فوق العاده سارتر دارای نوعی احساس ادبی است کتاب هستی و نیستی پر از تصویرها و گفت و سارتر جنبه های دراماتیک فلسفه هگر را مورد تاکید قرار می دهد که پر از نمونه های تاریخی است و در آنها حرکت اندیشه در چهارچوب تقابل ها و تعارض ها لحاظ می شود اندیشه یا مفاهیم معمولا در تئاتر بهتر جا می هرچند مثل مورد برنارد ممکن است اینجا نوعی پندار پوچ دخیل باشد نمیدانم وجود انگیزه های قوی نظری چقدر به نمایش های سارتر لطمه زده ولی با خواندن سایر رمان های سارتر و همینطور سیمون دو که من همه آنها را خیلی دوست دارم می شود دید که به محض بلند شدن صدای اگزیستانسیالیستی اثر هنری خشک و بیروح می شود به نظر من بخت با صافیار بوده منده. که در مورد کتاب تحوه او چنین اتفاقی نیفتاده بله میخواهم به مطلبی که الان گفتید اشاره کنم که از فکر من هم چندان دور نبود اجازه بدهید سوالی از نوع دیگر مطرح کنم که شما به عنوان متخصص هم در فلسفه و هم در رمان نویسی صلاحیت منحصر به فردی برای جوابگویی به آن دارید یکی از جنبه های برجسته فلسفه در قرن بیستم به خصوص در دنیای آنگلوساکسون تصور و دل مشغولی کاملا جدیدی نسبت به زبان است اینطور نیست همینطور خداگاهی نسبت به زبان که نتیجهش علاوه بر پدیده های دیگر استفاده دقیق و وسواسی از کلمات و مفاهیم و مانند آن است آیا تصور می‌فرمایید یعنی شما که ابتدا فلسفه خواندید و بعد رمان نویس شدید این مسئله در شیوه نگارش شما دخالت داشته یا شیوه نویسندگی شما را تحت تأثیر قرار داده؟ نه نه فکر نمی کنم اینطور باشد یعنی من من قبول دارم که اخیرا توجه خاصی به زبان می شود و این حرف را هم قبول دارم که شرایط نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده یعنی هر نویسنده این ناچار است از این تغییرات تبعیت کند اه... نه نه... شما دیگر نمی توانید مثل رمان نویسان قرن 19 هم چیز بریمید. نه و ام ام البته آنقدرها هم خوب نیستیم و آثارمان در مقایسه با آثار نویسندگان قرن 19 هم چندان خوب نیست ولی در ضمن متفاوت می نویسیم و برای من مشکل است که مثل آنها بنویسیم بدون اینکه عامل شعن و اعتبار و موقعیت مطرح بشود البته می رونم که بعضی از نویسندگان با این نظر من مخالفند چرا نمی توانید بنویسید؟ پاسخ به این سوال خیلی مشکل است نمیدارم یعنی نمی توانم دقیقا به این سوال جواب بدهم ام... تفاوت های آشکاری وجود دارد که مربوط به دیدگاه نویسنده و, و... رابطه ای او با شخصیت های داستان است ام... این رابطه چیزهای زیادی را درباره نگرش اخلاقی او نشان میدهد و این تفاوت فنی بین ما و نویسندگان قرن نوزدهم از تحولی اخلاقی سرچشمه میگیرد که تحلیل آن مشکل است ما جسارت آن را نداریم و می ترسیم که بدون زرافت و خام و ساده به نظر برسیم امروز اگر کسی از این حیث مثل نویسندگان قرن نوزدهم هم بنویسد ترفندی ادبی به کار برده کما اینکه گاهی بعضی ها به این شیوه متوسل می شوند همونطور که قبلا هم گفتم به نظر من موضوع ادبیات پیکار خیر و شر است ولی در ادبیات امروز این موضوع به وضوح دیده نمی شود در عوض نوعی جو عدم اعتماد به نفس و کم وجود دارد و شخصیت ها معمولا کمایان تغییرات ادبی معلول علت های متعددن و خداگاهی درباره زبان ممکن است یکی از عوارض باشد نه یکی از علت ها. این دگرگونی ها آنقدر خیره کننده است و آنچنان توان آزمایی هایی مطرح می کند که به نظر می رسد ما باید از گذشتگانمان بهتر باشیم ولی نسید. کم کم به پایان بحث نزدیک می شویم ولی قبل از آن مایلم در خصوص این مسئله که رابطه ی... رابطه نویسنده با شخصیت های داستان چه چیزی را درباره دیدگاه اخلاقی او آشکار می کمی کمی بیشتر صحبت بکنیم باید به خاطر داشته باشیم که خود زبان وسیله اخلاقی است و تقریبا هر, هر نوع کار برده زبان ارزش ها را انتقال می دهد. یکی از جهاتی که ما همیشه از نظر اخلاقی فعال میمانیم همین است زندگی و ادبیات هر دو هر دو به اخلاق آمیختند اگر میخواستیم اگر می این اتاق را توصیف کنیم تعریفی که ارائه می کردیم به طور طبیعی شامل انواع ارزش ها می شد ارزش فقط به طور مصنوعی و به سختی برای مقاصد علمی از زبان هست می شود بنابراین رمان نویس هر طور که بنویسد ارزش هایی را که به آنها پای بندست آشکار می کند. و به خصوص چون موضوع نوشتهش رفتار انسان هاست الزامن می بایست می در مورد ارزش ها قضاوت کند قبلا گفتم که گفتم که کار هنری هم دارای فرم و شکل است و هم جنبه میمسیس یا بازنما یا نمایش دارد و این دو البته گاهی با هم در تضاد قرار می گیرند در رمان این تضاد ممکن است به شکل کشاکش بین بین شخصیت ها و طرح داستان ظاهر بشود آیا نویسنده شخصیت های داستان را برای اینکه با طرح داستان یا داوری های خودش و موضوع سازگار بشوند محدود محدود و مقید می کند، یا کنار میکشد و می گذارد شخصیت ها بدون در نظر گرفتن طرح داستان یا هر گونه لحن مسلط خودشان مستقل از او و مستقل از یکدیگر پرورش پیدا کنند نویسنده چطور نشان می دهد که شخصیت های داستان مورد تایید او هستند یا نیستند حقانیت آدم خوب را چطور به اثبات می رساند؟ و و چطور او را معرفی می کند یا حتی وجود او را با کنایه میرساند داوری اخلاقی نویسنده هوایی است که خواننده استنشاق میکند اینجاست که تضاد بین خیال پردازی کور و تخیل آگاهانه به وضوح آشکار میشود نویسنده بعد تسلیم وسواس های فکری خودش می شود و بدون توجه به حق و عدالت یعنی بدون توجیه هنری مناسب بعضی از شخصیت را عزیز و بقیه را ذلیل می کند روشن است که تصور واقعیت چگونه در اینجا وارد داوری ادبی می شود نویسنده خوب داوری عادل و با شعور است جایگاهی را که به هر یک از شخصیت های داستان اختصاص می دهد با زحمتی که در کتابش می کشد توجیه می کند ایرادی مثل بروز احساسات سطحی در کار ادبی نتیجه آرمان تراشی بدون کار و زحمت است کار و زحمت البته ممکن است انواع مختلفی داشته باشد و هنر خوب می تواند محصول روش های مختلف اختصاص نقش و جایگاه به شخصیتها یا تنظیم مناسبات آنها با طرح یا موضوع داستان باشد نقد با این چیزها سر و کار دارد نویسنده بزرگ صورت و شکل را به نحوی آنچنان خوب و شایسته با شخصیت تلفیق می‌کند که برای اینکه شخصیت‌های داستان بتوانند در عین آزادانه زیستن در خدمت هدف داستان هم باشند فضای, پهناور به وجود می آورد هر اثر بزرگ هنری به انسان احساسی از وسعت و فضا القا می کند هنرمند, هنرمند اغلب به مفهومی فردی انقلابی است ولی به نظر من هنرمند خوب از نوعی حس واقعیت برخوردار است و می شود گفت که میفهمد چیزها چگونند و چرا اینطورند البته ایهام اصطلاح واقعیت در فلسفه معروف خاص است پس در واقع نویسنده به طور ناخودآگاه عمدتا به آشکارسازی خودش میپردازد بله بله و البته این آشکارسازی خود به صورت ناآگاهانه در هنر بعد متجلی میشود و تصور میکنم که هنرمند هم به جهان نگاه میکند و هم بخش بزرگتری از جهان را میبیند هنرمند بزرگ شگفتی هایی را میبیند که استراب های ناشی از خود خودپسندی نمیگذارد به چشم سایرین بیاید اما آنچه هنرمند میبیند چیزی خاص یا سرزمینی مجزا و ماوراء طبیعی نیست هنرمند بخش عظیمی از شخصیت خودش را در کارش درگیر میکند در جهان شعور عادی و عقل سلیم کار می کند و معمولا آن را میپذیرد هنر طبعا نوعی برقراری ارتباط است و فقط افراد لجباز و خشک مغز ممکن است این حقیقت آشکار را انکار کنند آیا آنچه میفرمایید به این معناست که در تحلیل نهایی نوشته ای که قدرت آفرینندگی و تخیل در آن به کار رفته اساسا از نوعی پذیرش چیزها سرچشمه میگیرد بله تصور میکنم تصور میکنم همینطور است این امر مستلزم پیوند دادن دوردستترین واقعیت ها با آن چیزی است که نزدیکتر است و این کاری است که هر محقق و کاوشگر راستینی باید انجام بدهد و منتقد هم باید نسبت نسبت به آن آگاه باشد نقاشی آبسره یا انتظایی از چه وقت به هنر بد تبدیل می شود از چه وقت اساسا دیگر هنر نیست نقاشی آبسره خیال پردازی نیست و نمی خواهد عمدن خشم ما را برانگیزد. بلکه با ماهیت فضا و رنگ مرتبط است نقاش آبستره در در دنیای زندگی می کند و نقاشی هایش در دنیای دیده می شوند که در آن فرض بر این قرار گرفته که رنگ چیزی جز سطح اشیا نیست و آگاهی او به این امر قسمتی از مشکلی است که دارد این قبیل تنش ها بین بینش و بصیرت هنری از یک طرف و واقعیت عادی از طرف دیگر می تواند باعث داوری های بسیار ظریف و دشوار بشود ادبیات ادبیات با شیوه زندگی ما ارتباط دارد آیا تصور میکنید که پذیرش واقعیت به این صورت مستلزم محافظ کاری است؟ این نوع پذیرش ممکن است از علاقه شدید سرچشمه بگیرد. لاقل در مورد افراد شاید به جای محافظ کاری بهتر است بگوییم تسامو یا بردباری. نکته جالبی است. بله من،, من, مطمئن نیستم. من،, من, سعی میکنم ببخشید از دیدگاه خودم و با توجه به یک به فراست و شعور معمولی قضیه را روشن کنم پاره ای از نظرات فلسفی هستند که نویسنده با آنها گرایش پیدا می کند به طور مثال هنر... هنرمند بزرگ این مجموعه کامل و بیکران اه... اه... چیزهای غیر از خودش را میبیند و جهان را صرفاً به شکل شمایل خودش مجسم نمی کند و میتواند محورهای مختلف واقعیت دور از خودش را در خیالش بگنجاند و مجسم کند و این این اندیشه است که اکثر نویسندگان با آن درگیر هستند ولی ولی قدرت هنری آنها دقیقا از میان همان دنیایی به ظهور می‌رسد که زندگی ما به عنوان نویسنده در آن تداوم پیدا می‌کند و ما معتقدات عجیب و غریبی در مورد موضوعاتی مثل مسئولیت های اخلاقی داریم در اینجا می‌خواهم مجددن به نقاشی انتظاری اشاره کنم ما ما در دنیای زندگی می کنیم که به چیزهای عینی و رنگ ها و مانند آنها بیشتر گرایش داریم نمیدانم نظریه نظریه جالبی است که بگوییم هنرمندان همیشه محافظ کارند شاید،, شاید علتش این است که آنها شکیبای خاصی دارند تصور میکنم نوعی بردباری در اینجا مطرح است از, از محافظ کاری مطمئن نیستم ولی تصور میکنم که هنرمندان بزرگ واقعا بردبار هستند همیشه نسیمی از بردباری بلند نظری سعه صدر و مهربانی تو هم با شعور در کارهای شکسپیر میوزد چون او خیلی چیزها را میبیند میبیند که مردم چقدر با هم تفاوت دارند و چرا تفاوت دارند و دیدگاه هایشان نسبت به دنیا چقدر با هم فرق دارد و تصور میکنم که این نوعی فضیلت محسوب میشود و وقتی دولت های خودکامه یک کتاز به تعقیب و آزار هنرمند برمیخیزند میخواهند همین فضیلت را نابود کنند من تصور میکنم همینجا بحث را خاتمه بدهیم اگرچه بحث نیمه تمام مانده و علت این هم نفس موضوع بحث است به هر حال فکر میکنم باید همینجا بحث را به پایان ببریم بی نهایت از شما سپاسگزارم.